سرخط خبرها. امرالله صالح اولین قیام در برابر طالبان را تبریک گفت. بدخشان عملا تجزیه شد. نبردها در بدخشان. بزرگترین شهرستان راغستان به دست نیروهای جبهه مقاومت افتاد. در حمله نیروهای جبهه مقاومت در تخار، دو طالب کشته و دو طالب دیگر زخمی شدند. طالبان با چرپال به ولسوالی مایمی بدخشان نیرو فرستادند. واژگون شدن رنجر طالبان در بدخشان، دو طالب کشته و سه طالب دیگر زخمی شدند. وزارت داخله طالبان مالکان چاهای بیرون سرپوش تحت پیگرد قضایی قرار می گیرند و دو سرباز ارتش پاکستان در وزیرستان شمالی کشته شدند. سلام دوستان، به یکی از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. تقاضا می کنیم تا آخر این ویدیو مهم با ما باشید. وزارت داخله طالبان مالکان چاهای بدون سرپوش تحت پیگرد قضایی قرار می گیرند. سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله طالبان، خواستار سرپوش گذاری روی چاهای آب شده و افزوده است که مالکان چاها بدون سرپوش تحت پیگرد قضایی قرار می گیرند. وزارت داخله طالبان روز شنبه دوی میزان با نشر نوار تصویری به نقل از سراج الدین حقانی با ولسوالان و والیان طالبان دستور داده است که به مالکان چاها توصیه کنند تا چاهایشان را بپوشانند. در این نوار تصویری آمده است کسانی که توانایی سرپوشگذاری چاهای خود را ندارند با وزارت داخل طالبان در میان بگذارند تا به آنان کمک شود. این در حال است که در روزهای اخیر چاهای آب در ولایت‌های جنوبی به ویژه ولایت‌های قندهار و هلمند از کودکان قربانی گرفته است. واژگون شدن رنجر طالبان در بدخشان، دو طالب کشته و سه طالب دیگر زخمی شدند. منابع محلی در ولایت بدخشان گفتند که در نتیجه واژگون شدن یک رنجر طالبان در ولسوالی کوهستان این ولایت، دو طالب کشته و سه طالب دیگر زخمی شدند. منابع روز شنبه دوی میزان به روزنامه 8 صبح گفتند که در پی واژگون شدن موتر فرمانده ذاکرالله از فرماندهان طالبان در ولسوالی کوهستان، دو تن به شمول این فرمانده کشته و سه تن دیگرشان زخمی شدند. این در حال است که در جریان هفته گذشته درگیری میان نیروهای جبهه مقاومت و طالبان در شمار از ولسوالی های بدخشان آغاز شده است. در حمله نیروهای جبهه مقاومت در تخار، دو طالب کشته و دو طالب دیگر زخمی شدند. منابع محلی در تخار گفتند که نیروهای جبهه مقاومت بر یک پایگاه طالبان در این ولایت حمله کردند. این حمله ساعت یک شنبه شب دوی میزان بر یک پایگاه طالبان در روستای سنجانی ولسوالی خوجغار ولایت تخار انجام شده است. منابع محلی در ولایت تخار به روزنامه 8 صبح گفتند که در نتیجه این حمله دو تن از افراد طالبان که در پایگاه مستقر بودند کشته و دو تن دیگر آنان زخمی شدند. به گفته منابع جنگ افزارهای موجود در پایگاه نیز به دست نیروهای جبهه مقاومت افتاده است. هفته گذشته نیز یک پایگاه طالبان در ولسوالی فرخار ولایت تخار آماده حمله نیروهای جبهه مقاومت قرار گرفت. امرالله صالح اولین قیام در برابر طالبان را تبریک گفت. به دنبال پیوستن شمار از طالبان بدخشان با مقاومتگران و درگیری شدید در این ولایت، امرالله صالح در پیام نگاشته است قیام مسلحانه بدخشان از زیر سلطه جهالت و تبعیض را تبریک می گوییم. این موضوع قابل قدر و قابل افتخار است. بدخشان عملا تجزیه شد.
بشیر احمد قاسانی در توییتر چنین گفته است: در بدخشان جنگ میان افراد قریفه سه الدین فدرت و مولوی صفی الله فرمانده امنی بغلان است. یک تن از فرماندهان مولوی صفی الله با 90 تن از افرادش در یفتل به خاطر انحصار ادارات دولتی توسط افراد فساد دین دست به اسلحه برده است. احتمال دارد که این فرمانده جدا شده پرچم جمعیت را بالا کند. طالبان با شهربال به ولسوالی مایمی بدخشان نیرو فرستادند. منابع محلی در بدخشان گفتند که دو چرخبال حامل نیروهای طالبان در ولسوالی درواز این ولایت فرو آمده است. از سوی هم منابع می افزایند که ملاجمه از فرماندهان طالبان امروز با سیرنجر به منطقه تنگشیوه دروازه ها نیرو انتقال داده و در آنجا ایست بازرسی و پایگاه ایجاد کرده است. گفتنی است که تنگشیوه از مناطق مرتفع و کوهستانی است که ولسوالی شغنان و مایمی دروازه ها و کوهستان راق را با هم وصل می کند و هم مرز تاجیکستان است. همچنان این منطقه یک رای فرعی راهبردی با شیوه بدخشان دارد، جایی که اکنون درگیری شدید میان طالبان و نیروهای جبهه مقاومت در جریان است. در صورتی که نیروهای در این مناطق جابجا شوند، می توانند بر مسیر رفت و آمد چندین ولسوالی دروازه های بدخشان تسلط یابند. این در حال است که منابع محلی در بدخشان از درگیری شدید میان طالبان و نیروهای جبهه مقاومت در مرکز و چند ولسوالی این ولایت خبر دادند. در یکی از این درگیری ها جمعه شب یکی میزان که در روستای پلنگدری منطقه مرزی میان شهر فیض‌آباد و ولسوالی یفتل بالا صورت گرفت، 9 طالب و 2 نیروی جبهه مقاومت کشته شدند. همچنان تازه روستای کافردری شهرستان راقستان که در مرز با شهرستان شیوی ولایت بدخشان قرار دارد، توسط فرمانده عثمان، یکی از فرماندهان ایار و گمنام مقاومت، در تصرف مقاومتگران قرار گرفت. دو سرباز ارتش پاکستان در وزیرستان شمالی کشته شدند. بخش رسانه های ارتش پاکستان اعلام کرده است که دو سرباز ارتش این کشور در اثر انفجار بمب دستساز در منطقه ایشام وزیرستان شمالی از مربوطات ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند. ارتش پاکستان در یک اعلامیه گفته است که دو سرباز این ارتش در این رویداد کشته شدند. اعلامی ارتش همچنان افزوده است که پاکسازی ساحه برای از بین بردن هر گونه فعالیت شبه نظامیان در حال انجام است. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددگار همه ایتان.